أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. على حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين. ارواحنا و ارواح العالمین لتو به مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به مناسبت اینکه امروز روز شهادت حضرت صادق علیه السلام بوده، چند کلمه در شما عرض میکنیم. البته چون سالهای متمادی من این شب و اینجا مزاحمت میکنم، نمیدونم اون چیزی که میخوام الان عرض کنم یه وقت دیگه حالا نظیرش رو عرض کردم یا نه. در صورت حالا چون کوتاه انشاءالله قابل تحمله. یه حرف اولیه، هر امامی صاحب زمان خودش است. ما الان امام عصر خودمون رو میگیم صاحب زمان، صاحب عصر و زمان. این صاحب عصر و زمان رو در مورد هر امامی در عصر امامت او میگوییم و معتقد باید باشیم. صادق در اون دوران مثلا 20 سال کمتر باشتن که الان یادم نیست، نمیدونم که چقدر بود دوران امامت ایشون. ایشون امام اون زمانند، صاحب اون عصر و زمانند. صاحب عصر و زمان یه اسم نیست، صاحب عصر و زمان بودن یه اسم نیست. ارز کنیم به این عنوان که هر امام با همون شرط که از مولین مربوطه به زمان خودش مسیطره بر زمانه. این زمان در دست ایشون اداره میکنه. این به صور مختلف جاهای مختلف من ارز کردم مسیطره بر زمانه، اختیار داره اون زمان، نه به معنای عرفانی مسئله، نه به معنای اجتماعی مسئله. امام سیطره بر زمان است به عنوان مدیر زمان، مدیریت میکنه زمان خودش را. امام چه وظیفه‌ای داره؟ امام وظیفه دارد برای مدیریت مشکلات زمانش، مشکلات هدایتی زمان. باید متاسفانه به این معانی شد بررسی مثلا کمتر شده باشه. امام مسیطر بر زمان، مدیر زمان خودش هست، مدیر مسائل هدایتی زمان. اینم عرض کنم باز به مسئله مربوطه، اگر در زمان حضرت صادق علیه السلام قحطی میشد، امام وظیفه نداره قحطی رو مشکلش رو حل کنه. این
ببینید امام وظیفه نداره مشکل قحطی زمان خودش رو حل کنه. به من یک مسلمان مؤمن هرچی ازش برمیاد میکنه. اگه سیل میاد مثلا فرض کنه شهر مدینه، چون وظیفه در مورد سیل نداره جز وظیفه هر مسلمان مؤمنی نسبت به شهرش نسبت به کشورش داره. اما اگه جریان هدایتیه، یعنی در مقابل یعنی جریان زلالت پیش میاد، این ایشون نسبت به اون جریان زلالت مسئوله، مسئول اوله. چه وقتی نسبت به مسئله قحطی زمان خودش مسئوله، یا نسبت به سیلی که به یه بخش از کشور اسلام مثلا پیش اومده مسئوله، وقتی که حاکم باشه. اگه حاکم شده بود نسبت به هر گوشی از کشور اسلام، هر مشکلی بر هر گوشی از کشور اسلام پیش اومده، ایشون مسئول بود. اما اگه این حوادث پیش میاد در حد یک مؤمن، یه مسلمان مؤمن، ما مسلمان مؤمنون، اگه مثلا یه گوشه کشورمون یه مشکلی پیش اومد، در حد یک مسلمان مؤمن وظیفه داریم، مثلا میتونیم مثلا کمک کنیم. برخون دوز پتو مثلا به زلزله پیش میاد یا سیل پیش میاد، مثلا خونه های مردم خراب میشه، دوز پتو من دارم اضافه بدم، دوز پتو اضافه میدم. به عنوان مسلمان مؤمن وظیفه داریم، هممون هم بزرگ وظیفه داریم دیگه، باید همه کمک کنن، نه من مثلا تنها، همه باید کمک کنن، من باید بکنم به عنوان یه نفر. اما وقتی که مسئله هدایتی در کشور پیش میاد، در کشور اسلام، وقتی که در کل عالم اسلام اگه مسئله هدایتی پیش میاد، مشکل در هدایت مردم پیش میاد، امام مسئول اوله، باید کاری بکنه، کار محسر باید بکنه. و عرض میکنیم که حالا بینید متاسفانه این چون کار نشده نمیدونیم که خب با هر مسئله از مسئله که در عصر حساسات که عصری از اعصار مهم دوران امامته، عصر معاویه که حالا امیرالمومنین باش باید مقابله کنه، حضرت مجتبی باید باش مقابله کنه، حضرت امام حسین باید باش مقابله کنه، با مشکلات عصر معاویه. یه همچه عصریه، عصر منصور هم این همون عصره. تخریب جدی اسلام از عصر معاویه شروع شده، تخریب جدی، همه چیز اسلام در معرض خطر تخریب قرار گرفته. اون تخریب در عصر منصور میخواد تثبیت بشه، بشه اسلام. اون مجموعه عظیمی برای تخریب همه اسلام بنا کرده عصر معاویه، در عصر منصوری میخواد تثبیت بشه، تبدیل بشه به اسلامی که امروز مردم دارن. در عصر منصور تثبیت شده اسلامی که امروز مردم دارن، خداشون به چشم دیدنیه، سواره ببخشید راحت لفظش هم مدام خجالت میشه بگم، روز خمه سواره مرکب میشه، میان در جمع مردم میگه من خداشون هستم، اونو میگن نه تو ما نمیشناسیم. حالا میشناسیم، همین خیافه قبلا دیده بودیم تو، این فجی بودن نظر این چقدره. در اصل منصور تثبیت شده، در اصل معاویه ساخته شده، برداخته شده، در اصل منصور بنابراین از خیلی مهمه. واقع امامی که گرفتار منصور رو به مناسبت هم عرض کردم، تقریبا بگیم خونخوارترین خلیفه از خلفای بنی امیه و بنی عباسه. هیچ چیزی از خونخواری
یه صد تا لاپوشونی کرد و نمیدونم قاضی درست کرد و نمیدونم شاهد درست کرد حجرو چه بوده میدونم درست دارم میدونم بدار کشیدن نمیدونم اصلا این حرف من هم یاد سر ببرین جلو من تیکی تیکش کنین این آدم جلو من تیکی دیگه کنین خب دوش داریم عجیب خریب خونخوار منصور محدودیت هایی که امام داره خیلی سخته یعنی حضرت مجتبی علیه السلام اینقدر محدودیت نداشته که حضرت صادق بره داستانشو میدونی دیگه مثلا یه نفر میخواد یه مسئله برسه امکانی که خودشو به خانه امام برسونه وجود براش وجود نداشته دیدی یه نفر خیار فروش هست بساط خیار داره کل بساطی اون ازش خریده که با بهانه خیار فروشی خودشو برسونه تو کون کوچه ها بینه شاید دستش به امامش برسه اینقدر مشکلیه نمیدون بعدم دوستمون گفتش که آجا باید همچه هستی میکنه پولای حضرت امامو داده بود به من فرمود که مشکله ها گفت مثلا از اینجا که من حرکت کردم آدم دنبال من داره میاد ممکنه هم بودن که ممکنه عجب فرما باید برسونیم به دست آقای پسندیده مگه اون کوچه ها بدون مأمور مثلا نمیشه اما در سایشون رفت و برگشت این را پول رو به دست آن پسندیده رسوند و برگرد سخت بود اما باز اون سخت در بود یه با دستگاه وسیع ساواک ایران ها اون هم چه جوری بود خیلی سخت بود با این سختی با این فشاری که وجود داره بین مثلا بگید اختناق نمیدونم حالا هرچی لفظاشو میخواییم بگیم اونا باید اون کاری که به اختشه انجام بده اینا میشه معجزه معجزه نیست که یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در اینا ظاهرن یه پیرزنی بالا سر گاوش بیستم باید با یه بچه بالا سر گاوش داره گریه میکنه این من این گاو مثلا از چیرش میدوشیدیم ما زندگی میکردیم این الان مرده گاف مرده ما همه چی اونم دست خب حسی پا زدن که پای زدن به اون گاف یه دستی به آسمان بلند کردن و گاف تکون خورده بلند شده بسد آه مردم به داد برسید عیسی مسیح آمده برای شلوغ شد از اون لاب گم شدن این چیزی نیست معجزه‌ای که حضرت صادق علیه السلام کرده باید با همه حوادث زمانش مقابله کند باید مثلا در برابر جریان ابو حنیفه جریان خیلی بزرگی بود امروز شاید در عالم اسلام تعدادی که از ایشون تقلید میکنه بیشترین تعداد باشه مسلمانایی که از ابو حنیفه تقلید میکنه و حنفی هستن مثلا در هند پاکستان جمعیت عظیم حنفی هست باید در برابر این جریان امام بیسته هم چیز رو عرض کنم ما یه وقتی مثلا یه نفر رو مثلا کج خول از گیر میری میخواییم لهش کنیم امام نمیخواد لهش کنه میخواد هدایتش کنه یه طرح اصلا برخورده چیز نمی کنیم یعنی حرف شخصی که ندارم که امام علیه ما که حرف شخصی نداریم که حرف خدا رو میخوام بزنم تو گمراه شدی حالا یه اعتقادی پیدا کردی که مثلا با فکر شخصی من میشه مسائلی از مسائل دین رو با فکر شخصی ما حلش کنیم خب نمیشه با فکر شخصی فکر ابو حنیفه یعنی فکر رأی
درش رأی فقیه یه پایه هست، یه پایه دینه. چون رأی ما نداریم، اون حرف دین اون از خدا پیغمبر باید بگیریم. عقلی هم که ما ها میگیم از اون ربط نداره، رأی پایه دینه. آقا این غلطه، این رأی غلطه. فکر میگه رأی یه پایه دینه، این غلطه. امام با شخص ایشون برخورد کرده، بحث کرده، بسته شده دهنش، راه نداشته حرف بزنه. با جریانشون برخورد کرده. باز به این عرض میکنم اینا چون کار نشده، ما نمیدونم که امام تا کجا پیش رفته. جریان تصوف یه جریان در زمان حضرت صادق، و این جریانشون باید برخورد کنه. شروع شده با زواهری از تصوف، با زواهری از زهد. نمونه چیز که مثلا حالا که همون توضیح ده، محمد ابن المنکدر حضرت باقر علیه السلام. حضرت باقر یک کمی سمین بودن، یک کمی چاق بودن. دیده مثلا با کمک دو نفر، مثلا غلام، امام در یه روز بسیار گرم تابستان شهر مدینه که همینطور داره عرق میرسه، امام داره میره طرف سمینای زراعتی. یا اون یکیشون حضرت صادق علیه السلام دیده که روز همچین مثل روز گرم تابستان توی باغ مثلا زمین زراعتیشون روشی داره بیل میزنه. این چه کاری شما میکنی؟ میفهمم من کار میکنم که دستم جلوی تو مثل تو دراز نباشه. اگه من تو این حال بمیرم، در این متن رضای خدا از دنیا رفتم. هر کسی بکوشد برای این که خودشو زن و بچهش زندگیشون اداره بشه، این داره عبادت میکنه. من از این نگران نیستم، من از این نگران نیستم که من در چنین حالتی از دنیا برم. من دارم بندگی خدا میکنم، دارم عبادت میکنم. مثل این و و و حالا مفصل با مثلا یه مشکل اون هست، مشکل زنادقه داریم. ببینیم یه کسی اسم که امیرالمومنینه، خلیفه رسول الله، حوض از شراب داره، میره تو حوض شراب میفته، اینقدر از این حوض میخوره که سرش من یه مداری که هم شده. این اسمش امیرالمومنین. خب آدم مردم لامذهب میشن دیگه. ولی یک کسی بر مسند خلیفه تو رسول الله نشسته است، عنوان امیرالمومنین داره، بدترین آدم ممکنه اون روزگار، از این بدتر آدم ممکن نیست. خب این یه جریان زندقه به راه افتاده است نظیر روشنفکران امروز ما. اینا جانشون همون سلسله، اونا معنوی مذهب شده بودن. خیلی فضاحت داره زندگی هاشون ها. یعنی اونایی که نوشته است کتاب اغانی مثلا گفتنی بود. خب حالا اینا میرن سراغ مثل باز همین جریان روشنفکری ایران که جوانای دانشگاهی سید اول اینا، اون وقت هم جوانای مسلمان سید اینا. خب با اینا باید امام برخورد کند، برخورد اشکال محسر مهم اینه که برخورد محسر، برخورد محسر بکنه. داستانه که با زیاده که مثلا چهار نفرشون با هم درجه اول هم بودن از نظر فصاحت و بلاغت. مثلا فکر مقفع رو میگم، یکی از فصاحای درجه اول عربی، اینا با هم تحقیقان که بشینیم قرآن چهار قسمت کنیم، هر کدوم بریم یه بخش از قرآن رو بتونیم نظیر برش بسازیم. قرآن گفت یه خط نظیر من بیاریم، هر کی یه خط نظیر من بیاره، من دست از حرف خودم که من از طرف خدا هستم برمیدارم.
ما میریم میریم ده چهار تا خط میاریم ده تا خط میاریم رفتن برن توی مکه هم جمع شدن همه شون میمادن مکه سر ایام حج میمادن مکه خب رفتن قرار داشتن قول دادن و رفتن سال بعد منم خب چی شد تو چی کار کردی؟ خب بعد من قرآن حکیم میخوندم که کاری بکنم بعد رسیدم به این آیه فلج شدم خب تو چی کار کردی؟ من رسیدم به این سوره من فلج کرده اون این فلجی رو ادیب درجه اول عرب میفهمه ما عربی بلدیم اما اینو نمیفهمیم یعنی چی فلجی؟ که معنی دقیق فساحت رو ادیب عرب میفهمه ما ناگزیریم به این در این زمینه به متخصص مراجعه کنیم یعنی همون مثلا لحظه که اینو نشستن همه اظهار فلجی میکنن از صادق علیه السلام از کنارشون عبور فرمود و فرمود که ولی اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیر سلمان از اون یکیشون گفته بود من از صادق مثلا نشستن برشون هم جمعیت جمع شده یه سوال میکنه این حرفا گفتی من برم با این یه چیزی بگم مثلا چیزش کنم گفتن نرو آبروت میره مثلا رفتیم چلو آقا من سوال دارم مثلا اسمت آقا چیه؟ همشه بکنم اسمت چیه؟ و اسم من عبدالملکه این ملکی که تو بندی واسه کیه؟ مونده چی بگم؟ نمیخوام منکر همه چی بشن تا قدم اول دارن مدیریت میکنن جریانات رو نشون میدن که دوستی ما داشتیم یکم هم پوشی درز میکنم این رفته بود تو مجلس وهابیون ایران تهران ایران تهران یه وهابیونه دارم که از وهابیون سعودی بدترن چون اونا صحیح بخاری صحیح مسلم رو قبول دارن اقلا این میگه فقط قرآن اون خشم با یکیشون این میخواست بره عمره خب شما عمره به چی میخوای عمل کنی؟ به قرآن میخوای طبق دستور قرآن عمره انجام بدی چه جوری کون کجاست دستورش ببینم کون قرآن داره اتم الحج و العمره لله حج و عمره را برای خاطر خدا تمام کنیم خب بقیهش کون از کجا شروع کنم این گفته بود تو چیکار میخوای بکنی که چیزی دیگه قبول نداره دیگه هر کاری مردم کردن میکنی تمام میشه ناگوزه از من نامربوط بگی اینجور فوق العاده اینا نامربوط بگی اون جوان رفته بود تو مجلسشون اون خیلی آدم قابلی اینشون رو له و لعنتش کرده له و لعنت میکنم به همون معنای به من بدش نمیانه واقعا تمام جوانه به سخنان این رو بسته بود و نشون داده بود باطله اینجوری تو جمعشون میریم همشون میفهمن حرفشون نادرسته میخوایی بعدم به این جهنم خودت بمونی بمون خودت و پیروانت میفهمید حرفتون نادرسته بله میخواییم بمون خواهر چی کاشته اون دیگه زور نیست اون باز ما اون زور رو وقت بیدیم که حکومت داشته باشیم الان فقط باید رانشون بدیم نشون تو باطلی تو نادرستی جریان زنادقی جریان خیلی سنگینی بود
از حسد باقا را حسد صادق این مهدی عباسی هزار دار به ما کرد. من گفتم هزار دار دارش سیاسی بود، خیلی هم از دوستان امیرالمومنین به دار زد در بهانه زندقه، مثلا اونا حالا چند تا بودن به بهانه زندقه دشمن سیاسی خودش که مثلا شیعه اینا هم به دار آویخته که مثلا مشکل اونا رو حل کنه. حل کار نداره. تازه یه شب دیگه اینجا یه بحث کرده، من اون بحث رو دیگه اون تفصیل عرضه میکنم، فقط خلاصی عرضه میکنم. امام مثال چه عرض کرده میگه توی زمین خودشون رفتن بیل به دست گرفتن دارن بیل میدنن، بعد سرمایهشون رو پخش کردن در مثلا 5 تا کار مختلف که در 5 تا کار مختلف امام سرمایه گذاری کرده. نه سرمایه های اون چجوری ها نه سلام هاست اینجا 100 دینار اونجا 200 دینار اونجا از این حرف. بعد اون نفر ماده اعتراض کرده فرمود که اگر این یکی ضرر کنه اون یکی ضرر نمی کنه، من تو 5 تا کار دخالت کردم، تو 5 تا کار مثلا سرمایه گذاره کردم برای چی؟ یک کسی رو بهش مال دادن که کار بکنه، این سود رو بود 1700 دینار امام دادن، 100 دینار این سود رو برد. عبارت حدیث دارد امام خیلی خوشحال شد، مثلا این رو مثلا کم جای آدم دیده. خب یعنی چی؟ این رفته سود برد، 100 دینار سود برده، چرا امام اینقدر خوشحال شد؟ این خیلی خوشحال شد چون معنیش تو حدیث دیگه بده به دست بردیم، یک کسی بهش 1000 دینار دادن رفت 1000 دینار سود برد. من اصلا به این سود دست نمیزنم، تو رفتی با مسلمونا تو شهر مسلمونا 100% سود گرفتی. مگه میشه مسلمون از مسلمون 100% سود بگیره؟ اصلا من به این سود دست نمیزنم، فقط سرمایه رو میگیرم. امام 1000 دینار سرمایه خودشون برداشتن، دی خودت میدونی، وایس تو روز قیامت جوابشو بده. و میشه اون 100 دینار سود منصفانه، یعنی داره راه رسم کاسبی یاد میده، طرح میده، یه طرح برای همه روزگار آینده از 1300 سال پیش تا به امروز. اگه طبق این راه رسمی که امام صادق علیه السلام طرح کرده برای کسب و کار، اینجوری عرض میکنم مدیریت میکنم زمان رو. آقا یه نفر چند تا کار میتونه بکنه، چند جا رو میتونه تصحیح کنه کجیاشو با مثلا انحراف مقابله کنه، جنگ کنه، چند جا میتونه یه نفر آدم، در حالی که در برابر یک امپراتور خونخوار ارزکن نظیر شاید در تمام دوران اسلام نظیر نداشته باشه، این خونخاری این متوکل خیلی آدم بدی بود، خیلی فاسد بود و خونخار بود، اما شاید منصور به مراتب از اون خونخار تره. چیز غریبی منصور، حالا یه ذره شما رو ارز کردم، اینا ارز کردم، اون جای دیگه ارز کردم. محمد دیباج نواده حضرت مجتبی علیه السلام این خیلی زیبا رو بود، فوق العاده بود، مردم بدن مثلا جیتونی خریدن بیان ایشون رو ببینن، اجازه بدن من 2 دقیقه من شما رو ببینیم، اینقدر زیبا بود. ایشون جز مخالفان دولت منصور گرفتنش بردنش با زنجیر. تو محمد دیباجی؟ بله من محمد دیباجم، ولی یه جوری میکشم که در تاریخ بنویسم. سر بودن صدها هزار نفر یه ظالمی دست بوده یک مثلا مظلوم رو سر بودن، خب این دیگه چیز تازهی نیست، یه جوری
پیرین بنا همچه ایشون تو دیوار گذاشتن زنده زن یه چیز خریبی بود. حالا بینید امام در مقابل این هم وجود هستش، مقابل این یعنی کاملا باید جوانب سیاسی رو ملاحظه کنه، فشار و اختناق مثلا ماموران چی رو پول داده بود دست یه نفر منصور پول زیادی برو تو شهر مدینه سادات رو ببین بگو بله من جزه مثلا مولیاش ما هستم، من اخلاص دارم به سادات، از مثلا خراسان آمدم من پول برای شما که شما یه کاری بکنید داخل اینجور تو کنون نچینین. رفت سادات هم به دونه دونه و داده و دارستی بخیم در حضرتان نشست. حضرتان تو از خدا بترس، این سادات تازه از دوران بنی امیه بیرون اومدن. زمان بنی امیه ببینید فرض چجوری بود، تو خونه خانوما یه دونه لباس داشتن، لباس میتونن این خانوم میپوشید نماز میخوند، بعد این در میبرد میداد به اون یکی نماز میخوند. اینقدر فقر فشار بود براشون، اینا تازه از این فشار در اومدن، هنوز دستشون به دهنشون نمیرسه. تو میایی با این حرف مثلا پول میاری خواهی اینا رو گول بزنی، جواب خدا رو چی میدی؟ برو به احبابت بگو که بعض اینجوریه، برو خجالت بکش. مثلا اینقدر گرفتار فشار دولت، فشار و بعد باید اون کارش هم انجام بده. با تسننی که اینا دارن تبلیغ میکنن، یه تسننی دارن تبلیغ میکنن، تسننی که زمان معاویه ساخته شده تسنن ساخته شده عصر معاویه است، با تسننی که زمان معاویه ساخته شده اینا دارن تثبیت میکنن که حالا بعد از این همه عالم به این تسنن تدین ببرزن، اعتقاد داشته باشن. این دستور داد به مالک امام مالک به اصطلاح که ایشون اولین کتاب رساله فقهی در عالم اسلام رو مالک نوشته، هنوزم هست، به فرمان منصور گفت تو هرچی به نظر تقریزه بنویس، فقط از عبدالله بن عباس چیزی نقل نکن، از علی بن ابی طالب چیزی نقل نکن، هر کاری دیگه میخواد انجام بده. هنوزم هست این تسنن، عصر منصور تثبیت شده، دقت کنید تثبیت شده، زمان معاویه ساخته شده، زمان منصور تثبیت شده. حالا با اینم با امام مقابله کنه، یه آدم خیلی خوب بود، خیلی آدم خوب بود، خیلی هم شجاع بود، با مثلا بزرگان کشورم کاری رو در رو میشد، مثلا میگفت تو این کارو کردی خلاف کردی، مثلا اینجا ظلم کردی، خیلی آدم زاهد عابد، خیلی به محضر حسد حسد برم کنم فهمیدن همه چیز تو خوبه، فقط حیفی که مثلا تحصیل نداری، تحصیلاتت کافی نیست، چشم آقا از بس آدم رفته میشه مثلا خدمت مالک فرض کن یک سال تحصیل کرده. خب اونا درس میدادن، درسشون اون وقت فقط حدیث بود، یعنی اگه کسی میخواست قرآن درس بده حدیثه در تفسیر قرآن میگفت، کسی میخواست فقه بگه فرماشت پیغمبر در فقه میگفت، هر کی میخواست مثلا عقاید بگه فرماشت پیغمبر رو در عقاید میگفت، اینجوری بود، یعنی بیشتر از این هنوز نبود. بعد روش کار شده، خب روش شده، این نجده شده زمان رفت یک سال. خب این که باید خدمت داره آقا یک سال اینا رو مثلا ضبط کردم دمشه برد، اینا که نیست که، اینو که نگفتم که تو درست کنی. این بعد ها دو مرتب رفته یک سال این در اون در نمیم چقدر طول کشید، از بس جنسش خوب بود، از بس آدم خوب بود، نمیشه روز اول میگن بابا اینا که اینا دارن اینا ما درسته. بینید مجموعی دورانی که ابو هریره که رأس تسنن، امام اول تسنن، یعنی هر چه حرف دارن در درجه اول از ابو هریره دارن،
این مجموعه احادیث که از امیرالمومنین دارن 100 تاست. 100 تا نیست، حالا عددش دقیق نیست که عرض کنم. از ابو هریره 5700 تا حدیث دارن که سند ها، یعنی سند دینه. میگن مجموع دورانی که این خدمت پیغمبر بوده یه سال و نیم بوده. سال هفتم اومده مسلمان شده، در این فاصله هم به نظر پیغمبر فرستادن، ان شاء الله میخواستن شرش کم بشه و چی بوده. رفته مثلا مدتی بحرین، حالا مدتی نمی کجا رفته، نبوده. یک سال نیم بیشتر خدمت پیغمبر نبوده. این همه حرف از کجا آوردی؟ حالا دیگه ساخته شده. بعد هم امامتشو یک کاری کردن همه بپذیرن. اصلا نمیشه شما در موقع ابو هریره صحبت کنیم. به نظرم یک کسی یه دون حدیث ابو هریره رو تکذیب کرد و زمان هارون بیاریم زمانش از خلقونش بکشیم بیرون. این پیغمبر رو قبول نداره. آقا من پیغمبر رو قبول دارم، این ناقل رو قبول ندارم. حضرت رضا یه روایت ابو هریره انکار کرد، گفت آقا حدیث رو انکار میکنی؟ وقتی حدیث مقابل قرآن باشه، حدیث رو که ضد قرآن باشه، من قبول ندارم. آیه خوندن مقابل این حدیثه. تو چی میگی این حرفو؟ این ضد قرآن، مخالف قرآن، متناقض با قرآن. اگه حرف جمع شد یا جمع نشد، من ارزم تموم کردم. ساعت این چقدره؟ جمع تو کشت بلو خیلی نشد. مثلا یه رو به جمع شکنم نمیشد. دیشم یه رو به جمع کردم نشد. این به تو سخت گذشت در راه خدا بگذاریم. یه نکته هست کنم از قرآنی که دوستان خوندن، من اینو یاد گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا جوهر مزمل قوم اللیل الا قلیلا. این زندگی که ما میکنیم نمیدونم کی تو جمع ما نشسته که از خودش راضیه، از اخلاق خودش راضیه، از رفتار خودش راضیه. خب هر یک کسی از خوش باهاتش، من که راضی نیست. هر کی راضی نیست، قرآن راه حل نشون داده. یا چهار مزمه پیغمبر میگه قوم اللیل الا قلیلا، شب را به پا بخیز مگر اندکی، اندکی از شب را بخواب بعد بلند شو. نصفه، نصفی از شب. حالا یه ذره کمتر از نصفم بود اب نداره، یا نه اگه بیشترم بود که خوش به حاله. اوزد علیه خود چیکار کنم؟ از خوصه ندم قرآن بخونم. باز همه جمعیتی که نیستم سوال میکنم، جواب کسی نمیخواد بده پیش خودش. ما مثلا در طول این هفته چند بود؟ این هفته چند؟ در طول این هفته چقدر قرآن میخونیم؟ چقدر قرآن میخونیم؟ رد دل قرآن رو ترتیل هم قرآن ترتیل خوندن یه چیز داره، معونه داره. ترتیل قرآن برد میگه مثلا آقای که قرآن ترتیل خونده این روز برای کار کردن خب خیلی وقته.
بنسخافی در روز وقت داریم، این نزدیک فیلم نهار سبخن طویلا روز مفصل وقت داریم، شب بیدار شدیم فکری برای نه اخلاقای بد همون چیزی رو باید درست کنیم جا بنام اینکه زورم به چشمم نمیرسه، من زورم به چشمم نمیرسه، مخلوب چشمم من رو برم مرده در مریضه، من زورم به چشمم نمیرسه، در مریضه، مریضه جدی هم هست نه مریضه و اینه خیلی مریضه، مریض جدی من زورم به چشمم نمیرسه، زورم به زبونم نمیرسه، یه وقت باید یه حرفی رو بزنم حتما، من یه آقایی رو یه ذره کمی تعریف کردم، اون دوستمون یعنی باید دم که نمیتونه نگه داستانی میگم فیل رو باید زد تو سرش، گفتم مثلا فیلمان یه چکش داره تو سر فیلم میدنه، این چکش رو من این قرآن خوندن سهر سرم بزنم، وقتی صبح بیدار شد مثلش گرگ نبره، هیچ چاره جز این نیست، هیچ چاره جز وگرنه من در جنگ با خودم پیروز نخواهم بود. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ابدا ما بقیت و برای اللیل و نهار بلا جهلا الله آخر العهد من نیل زیارت کن، السلام علی الحسن و علی علی ابن